سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 22 ماه جدی سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه جنوری سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خط سرخ امریکا در کار معامله سیاسی با مخالفان مسلح در افغانستان. در برابر اهانت سربازان امریکایی و جسدهای طالبان و هشدار ارتش پاکستان از پیامدهای ناگوار تیره شدن روزافزون روابط ارتش با حکومت غیر نظامی این کشور. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، پنج تن به شمول ولسوال پنجوایی کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی کندهار میگوید که این رویداد شام امروز در ولسوالی پنجوایی این ولایت هنگام رخ داد که یک حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر مواد انفجاری همراهش را در نزدیک موتر ولسوال پنجوایی منفجر ساخت. او میافزاید که در این رویداد ولسوال پنجوایی با دو پسرش و دو نگهبانش کشته شدند و 9 پلیس و یک غیر نظامی زخم برداشتند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که در هر معامله سیاسی با مخالفان مسلح دولت در افغانستان باید خطوط قرمز آمریکا حرمت گذاشته شود. با گفته هیلاری کلینتون، مخالفان مسلح دولت در پیوستن بر روند صلح پیش‌شرط‌های کابل و واشنگتن را باید بپذیرند. وی تاکید می‌ورزد که واشنگتن هنوز در مراحل نخست گفتگو با طالبان قرار دارد و با گذشت زمان روشن می‌شود که این روند موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه. تمیم حمید گزارش می‌دهد. در پی گسترش تلاش‌ها برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت در افغانستان و بیرون از این کشور، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که قرار است کاخ سفید یک نماینده ویژه‌اش را در پیوند با این تلاش‌های صلح‌جویانه به کابل بفرستد. حقیقت این است که ما همواره برای صلح با دوستان و گفتگو علاقه داشته ایم. اگر شما به خاطر بحث درباره یافتن یک راه حل صلح‌آمیز برای یک نبرد روی میز و گفتگو بنشینید، موثر خواهد بود. کابل، واشنگتن و نیز مخالفان مسلح دولت افغانستان برای حاضر شدن به گفتگو با هم دیگر همواره پیش شرطهایی داشتند، چیزی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر آن تاکید می‌ورزد. واشنگتن از تلاش‌ها برای صلح و آشتی پشتیبانی می‌کند. باید متیقن شویم که طالبان برای پایان دادن به نبردها متحدند. همچنان در هر گونه معامله شریک ساختن قدرت باید به خطوط قرمز آمریکا احترام شود. شورشیان باید از خشونت دست بکشند، با القاعده ببرند و به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام داشته باشند. پیش شرطهای طرف های درگیر در افغانستان برای گفتگوهای سال همواره از سوی این طرف ها پذیرفته نشدند. گروه های مخالف مسلح دولت بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان و نیز آزادی جنگجویانشان را از زندان ها از عمده ترین پیش شرطها در این راستا می گویند. از سوی دیگر، گفتگوهای صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان به زودی اثر گرفته خواهد شد. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که سال گذشته میلادی با گروه های شورشی دیدارهای پنهانی داشته است، هفته آینده با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار خواهد کرد تا سهم بودن کابل در روند گفتگوهای صلح با طالبان اطمینان بدهد. روزنامه هم می افزاید که واشنگتن پس از بدست آوردن حمایت رئیس جمهور کرزی می خواهد این گفتگوها را با طالبان به زودی اثر گیرد. در این حال، گفتگوهای صلح بر رهبری کشورهای دیگر هر کشوری که باشد به صلح که افغانستان نیازمند آن است نخواهد انجامید. نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان با تاکید بر این مطلب میگوید که گفتگوهای صلح باید بر رهبری افغانان انجام شوند. وی میگوید که جامعه جهانی و حکومت افغانستان آماده نیستند تا دستاوردهای 10 سال گذشته را قربانی گفتگوهای صلح کنند. از سوی هم، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان بر حل تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن تاکید می‌ورزد. راتب نوری گزارش می‌دهد. به تازگی، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان بر حل بحران افغانستان از یک راه سیاسی تاکید می‌ورزد، اما انجام گفتگوهای صلح را به رهبری خارجیان سودمند نمی‌داند.
چیزی که حکومت افغانستان بسیار روشن گفته است این است که گفتگوهای صلح باید یک روند افغانی باشند و من مطمئن هستم که این روند افغانی خواهد بود، زیرا صادقانه بگویم که گفتگوهای صلح بر رهبری کشورهای دیگر، هر کشوری که باشد، با صلحی که افغانستان نیازمند آن است نخواهد انجامید. این روند باید افغانی باشد. آقای گس پیش شرط های حکومت افغانستان را برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت خیلی مهم می داند و می گوید که باید این پیش شرط ها پذیرفته شوند. ناممکن است روند صلحی را تصور کنید که آن روند بیشتر دستاوردهای 10 ساله حکومت افغانستان و جامعه جهانی را در زمینه‌های دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش نابود سازد. اینها ارزش‌های مهمی هستند و من کاملا مطمئن هستم که ما برای از دست دادن آنها آماده نخواهیم بود. از سوی هم نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان بر حل تنشی که در این اواخر برای گفتگوهای پنهانی ایالات متحده آمریکا با طالبان و انجام عملیات‌های شب هنگام از سوی نیروهای خارجی در افغانستان به میان آمده است تأکید می‌ارزد. هنگامی که شما رئیس جمهوری یک کشور مستقل غیر وابسته و با افتخار هستید و بر بنیاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیشتر از 100,000 نیروی خارجی در قلمروتان دارید، اگر مشکلاتی به میان آیند این مشکلات باید حل شوند، نباید متعجب شوید. گاه میان دوستان ناخوشنودی های به میان می آیند، نیاز است که راه حل به این مشکلات پیدا شوند که هم برای حکومت افغانستان قناعت بخش باشد و هم به ما اجازه دهد تا مبارزه ایمون را که بخشی از همکاری های ماست ادامه دهیم. این گفته ها در حالی ابراز می شوند که حکومت افغانستان متوقف شدن عملیات های شب هنگام و سپردن زندان بگرام را به نیروهای افغان از پیش شرط های گفتگوهای راهبردی کابل واشنگتن گفته است. در پایین همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اهانت سربازان آمریکایی را به جسدهای طالبان، بغایر ارزش های انسانی و قوانین جهانی حقوق بشر و نیز یک جنایت جنگی می داند. تصاویری که در یوتیوب پخش شده است نشان می دهند که 4 سرباز آمریکایی به جسدهای طالبان به حرمتی می کنند. ریاست جمهوری هم با پخش خبرنامه این کار سربازان آمریکایی را به شدت نکوهش می کند و از آمریکا می خواهد تا به گونه جدی این رویداد را بررسی کند و عاملان آن را به کیفر برساند. هرچند واشنگتن می خواهد که چگونگی این نوار را بررسی کند، اما ایسه و نکوهش این کار سربازان آمریکایی این عمل را نقض معیارهای پذیرفته شده نیروهای ائتلاف می داند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. تصویرهایی که نشان می‌دهند نیروهای دریایی آمریکا بر جسدهای طالبان به حرمتی می‌کنند، واکنش‌های همگان را برانگیخته است. اما زمان و جای این تصویرها روشن نیست. در این تصویرها دیده می‌شود که 4 سرباز مسلح آمریکایی بر 3 جسد طالبان اضرار می‌کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمل اهانت‌آمیز را که ظاهراً در یک ویدیو نشان داده شد و در اونجا تعداد افراد نظامی بر علیه افرادی که ظاهراً وفات یافتن یا کشته شدن اقدام اهانت‌آمیز میکنه، ایره شدیداً محکوم میکنه و ایره مخالف ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و همچنان حقوق بشر دوستانه بین‌المللی میبینه. این کار سربازان آمریکایی واقعاً غیر انسانی است و با شدیدترین واژه‌ها قابل نکوهش است. جمهوری اسلامی افغانستان صریحاً از حکومت ایالات متحده آمریکا خواستار بررسی و تحقیق هرچه زودتر درباره نوار پخش شده است و خواهان مجازات سخت آنانی است که در این جرم مقصر شناخته می‌شوند. در این میان قول اردوی نیروهای دریایی آمریکا با پخش خبرنامه بر بررسی ها درباره چگونگی این تصاویر تاکید می‌فرماید. ما تا هنوز درباره درست بودن نوار اطلاعات موثق به دست نیاوردیم، اما این کار زشت که در نوار به تصویر کشیده شده است با ارزش های پذیرفته ما سازگار نیست و نیز نمایندگی از شخصیت نیروهای دریایی در قول اردوی ما نمی کند. این موضوع به گونه کامل بررسی خواهد شد. هرچند ایسف این کار سربازان دریایی آمریکا را سخت نکوهش می کند، اما تأکید می ورزد که این کار معیارهای نیروهای ائتلاف را نقض کرده است. این کار ضد اخلاقی غیر قابل توجیه است و آن معیارهایی را که ما از نیروهای ائتلاف انتظار داریم نقض کرده است. ایسف کارهایی را که در این نوار نشان دادن نکوهش می کند. رفتار این سربازان ائتلاف با آن قربانی هایی که سربازان کشورهای عضو ائتلاف نشان دادند بی‌حرمتی کرده است.
با این همه طالبان همین کار سربازان آمریکایی را نکوهش میکنند و آن را یک عمل غیر انسانی میدانند و میگویند که بحث در این باره بسیار شرم‌آور است. بر بنیاد گفته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پیش از این نیز نیروهای آمریکایی در افغانستان به بدرفتاری های با غیر نظامیان متهم شدند. نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهند که جنگ در افغانستان به بن‌بست رسیده است و پس از بیرون شدن نیروهای خارجی این کشور با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد. بررسی های 15 نهاد استخباراتی آمریکا که سوی روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز منتشر شده است با تاکید بر این موضوع نشان می‌دهد که دستاوردهای امنیتی در افغانستان در نتیجه فساد فراگیر، حکومت ناشایسته و آمدن جنگجویان طالب از پاکستان با تهدید نابود شدن روبرو هستند. در همین حال شمار از آگاهان این بررسی ها را هشدار به ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان می‌دانند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. یافته های تازه سازمان استخبارات مرکزی امریکا و 15 نهاد دیگر استخباراتی این کشور که به روزنامه لاس آنجلس تایمز درس کرده است، اوضاع را در افغانستان سخت نگران کننده می دانند. در این اسناد محرم که در 100 صفحه منتشر شده است، این نهادهای استخباراتی ایالات متحده امریکا هشدار می دهند که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت رئیس جمهور کرزی توان تامین امنیت را در افغانستان نخواهد داشت و احتمال دارد افغانستان با یک مشکل جدی روبرو شود. احتمال دارد که پس از کاهش کمک های نظامی و غیر نظامی به افغانستان، حکومت کرزی به نگهداری دستاورد های 10 سال گذشته قادر نباشد. زیرا این دستاورد ها در چنان وضعیتی نیستند که حکومت ناتوان کابل بتواند به تنهایی آنها را حفظ کند. طالبان نیز به گونه کافی ناتوان نشدند و مردم هم به ناتوانی های حکومت اعتماد ندارند. با این همه دشواری ها برنامه باراک اوباما درباره خروج نیروهای آمریکایی و سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا پایان سال 2014 میتواند با خطر روبرو شود. کوم څه چې دغو 15 استخباراتي سازمانونو لاسته راوړي دي، دا په حقیقت کې د امریکا لپاره، د نړیوالې ټولنې لپاره او د افغانانو لپاره یو ستر ګواښ ده. او د دې ګواښ په نتیجه کې هم نړیواله ټولنه هم افغانان دې ته متوجه کوي چې دلته یو سرطاني دانه شتون لري او د دغه دانې په موجودیت کې په دغه هیواد کې بیا رغونه، پرمختګ، سوله، ثبات ممکن نه ده. در بخش دیگری از این اسناد محرم آمده است که مقام های امریکایی بدین باور هستند که طالبان مهاجم در بخش های قبایلی پاکستان پناهگاه های امن دارند. بر بنیاد بررسی های این نهادها، هرچند حمله های هوایی امریکا بر بخش های قبایلی به تازگی اثر گرفته شدند، اما مقام های امریکایی باور دارند که حمله های هواپیماهای بدون سرنشین برای جلوگیری از سازمانیابی دوباره گروه های شورشی و داخل شدن آنان به افغانستان بسنده نیستند. واضح خبر است مجرد است امریکایان خارجی قوتون افغانستان اوری دلته د قدرت جګړه شروع کیږي. د قدرت جګړه چې شروع شوه په دې کاملا واضح ده چې افغانستان ورانون کیده ورانیږي او په افغانستان کې به ښه حالت نه راځي. بهترین لار هم دغه ده چې اول افغانان په خپل منځ کې سره کینی، په خپل منځ کې سره وغږیږي. دغه اوسنی بحران چې په افغانستان کې ده دغه له بینه ایسي. گفته می شود که پخش بررسی های نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا برخی از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و اداره باراک اوباما را سخت نگران ساخته است. این ارزیابی ها نشان می دهند که در سال گذشته میلادی در افغانستان پیشرفت ها اندک بودند. در این سال بیش از 100 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف شده است و بیش از 400 سرباز آمریکایی کشته شدند. بزرگترین نسخه دستنویس قرآن مجید در جهان امروز در کابل رونمایی شد. این نسخه قرآن مجید از سوی محمد صابر یاقوت حسینی خدری خوشنویس کشور و با کمک مالی سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان کشور خوشنویسی شده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد. این نسخه قرآن 218 صفحه دارد، 2.28 متر درازی، 1.55 متر بر، 18 سانتی ضخامت دارد. بزرگترین نسخه قرآن کریم در جهان است که روی یک پارچه خطدار با قلم نی به سبک محمد عثمان طه خوشنویس مشهور عرب خوشنویسی شده است. به گفته آقای نادری، پشت جلد این کتاب با 21 پارچه پوست باز و با آب طلا خوشنویسی شده است.
از کار خسته ناپذیری و زحمات شبان روزی استاد و شاگردان عزیزش که در این مدت با 18 ساعت کار و 6 ساعت استراحت و عبادت و کار و پرداختن ابراز امتنان و قدردانی نموده. نوتن شاگردان مستحد و عزیزم با توفیق خالق توانا در طی 5 سال کار آن را به اتمام رسید. از سوی همشماری از مقام های حکومت و عالمان دین این بزرگترین نسخه دستنویس را ستایش می کنند. ای هم از علائم اعجاز قرآن است که ما روز به روز علائم حفظ ظاهر قرآن به چشم سر مشاهده می کنیم. به گفته آقای نادری، خوشنویسی این قرآن پاک را که بزرگترین نسخه قرآن در جهان است، محمد صابر یاقوت حسینی و 9 شاگردش در 5 سال به پایان رسانیدند. ارتش پاکستان از پیامدهای ناگوار تیره شدن روز افزون روابط ارتش با حکومت غیر نظامی این کشور هشدار می‌دهد. پس از آن که نخست وزیر پاکستان تایید فرستادن یادداشت محرمانه ای را با مایک مولن از سوی ارتش و سازمان ISI غیر قانونی خواند، ارتش این کشور هشدار می‌دهد که چنین گفته‌ها پیامدهای ناگوار به دنبال خواهند داشت. انتقادهای پی همین نخست وزیر پاکستان از نظامیان ارتش این کشور را خشمگین کرده است. بدنبال انتقاد گیلانی از ارتش و استخبارات نظامی پاکستان برای واقعی خواندن یک یادداشت محرمانه به مایک مولن و نیز بر کناری نعیم خالد لودی از معاونت وزارت دفاع این کشور، نظامیان پاکستانی خشمگین شدند. اما یوسف رضا گیلانی بر کناری نعیم خالد را خلافکاری و اقدامات غیرقانونی او پس از افشای یادداشت محرمانه به مایک مولن می‌داند و تاکید می‌ورزد که روابط حکومت با ارتش خوب است. چه زمانی ما در کنار ارتش استاده نشده ایم؟ ما همیشه از ارتش پشتیبانی نموده ایم، اما در کارها اصول نباید زیر پا شوند. در همین حال شماری از شهروندان پاکستان از اوضاع سیاسی کنونی این کشور نگران هستند. پاکستان با دشواری های فراوانی روبروست، اما اگر قانون اساسی نقض شود پیامدهای بد خواهد داشت. دموکراسی بر بهایی که می شود باید حفظ شود. اگر حکومت کنونی استعفا کند و قدرت را به یک حکومت دیگر بدهد بهتر خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز می نویسد گمان می رود که ارتش پاکستان با بانو نرگس ستهی معاون تازه وزارت دفاع این کشور همکاری نکند. با این هم چند خبر اقتصادی. وارد کنندگان گوشت و تخم مرغ پس از آن که از نهادهای دولتی برای حل مشکلشان ناامید شدند، اکنون می کوشند تا از راه رسانه ها مشکلشان را بر رئیس جمهور و پارلمان برسانند. آنان با فرستادن اعلامیه بر رسانه ها می گویند که بیش از 900 کانتینر حامل مواد غذایی به ویژه گوشت و تخم مرغ از سوی ارتش پاکستان در آن کشور متوقف ساخته شدند و اگر رئیس جمهور به این مشکل رسیدگی نکند، آنان تمامی سرمایهشان را از دست می دهند. حسیب مودودی گزارش می دهد. این بازرگانان که با توقف کانتینرهایشان در پاکستان سرمایه هایشان را در خطر میبینند، میگویند تا اکنون به هر دری که مراجعه کردند و از هر منبع که کمک خواستند مشکلشان حل نشد. اکنون آنان از رئیس جمهور میخواهند در صورتی که دولت نمیتواند کانتینرهایشان را از نزد ارتش پاکستان رها سازد، پس زمینه انتقال دوباره آنها را به بندر کراچی فراهم سازد. در همه جا ما رفتیم مراجعه کردیم، اون پرابلم خود با مراجعه با صلاحیت دولتی مطرح ساختیم، اما برای ما وعده دادن که ما با جانب مقابل پاکستان این مشکل حل میکنیم، ولی تا فعلا جواب مثبت عملی را ما دریافت نکردیم. متاسفانه که دولت ما، مقامات دولتی ما در این مورد هیچ کدام اقدام نکردند و بی تفاوتی اختیار کردند. اما وزارت تجارت و صنایع میگوید که تا 3 روز دیگر این مشکل حل خواهد شد. روز یک شنبه انشالله سفر داریم به پاکستان به خاطر جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان که یک موضوع اساسی این جلسه حل مشکلات تاجر است در پاکستان. این بازرگانان میگویند که ارزش مجموعی کانتینرهای متوقف شده در پاکستان بیش از 90 میلیون دلار است و روزانه 10 تا 20 کانتینر دیگر که به بندر کراچی میرسند نیز از سوی ارتش پاکستان متوقف میشوند، که با این کار آنان مجبورند برای هر کانتینر روزانه تا 160 دلار جریمه توقف بپردازند. و بانکنوت های جعلی که وارد بازارهای کشور شدند سوی یک گروه بسیار ماهر با ماشین های بسیار پیشرفته چاپ شدند.
رئیس بانک مرکزی در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که این بانکنوت ها از سوی بانک مرکزی تشخیص شدند و بیشتر آنها شماره مسلسل 7 بر یا هی را دارند. به گفته بانک مرکزی، بانکنوت های جعلی لشمتر از بانکنوت های اصلی هستند و کمربند نقره‌ای آن در برابر نور 7 رنگ را نشان نمی دهد. تمیم شهیر گزارش می دهد. پس از افزایش نگرانی‌های مردم و صرافان در شهر کابل، بانک مرکزی می‌گوید که مشخصه‌های بانکنوت‌های جعلی به تمام ولایت‌ها نیروهای امنیتی و صرافان فرستاده شده است و آنان می‌توانند به سادگی بانکنوت‌های جعلی را بشناسند. به گفته بانک مرکزی، پول‌های جعلی با کاغذ عادی و بیشتر از 2 تکه مجزا ساخته شده‌اند و بانکنوت‌های جعلی 1000 افغانیگی بیشتر با سریال نمبر 7 بر یا ه و 500 افغانیگی جعلی نیز با سریال یا ه چاپ شده‌اند. فیته نقره‌ایز با رنگ‌های مختلف معلوم شده نمی‌شه. در هر جای یا چراغ است یا آفتاب است، شرکمت جلوه بتن معلوم میشه که رنگ‌های مختلف است. اگر رنگ مختلف از این معلوم نشد، واضح است که یک نوت جعلی است. دیگه از خود کاغذ. رئیس بانک مرکزی میگوید که تا کنون معلوم نیست که بانکنوت‌های جعلی از کدام کشور وارد افغانستان می شود. اما این بانکنوت‌ها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و از سوی گروهی که گمان می رود در چاپ پول بسیار ماهر باشند چاپ شدند. فردا کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. و سرانجام در شهر هرات، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. بیننده های گرامی، خبرهای این ساعت را با پخش تصاویر از بزرگترین نسخه قرآن مجید در جهان که در کشور خوشنویسی شده است به پایان میبریم. خدا نگهدار.